28 هشتم الاحزان سال دهم هجری سال روز رهلت و یا به تعبیر دقیق تر شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می باشد روایات مختلفی در منابع شیعه و سنی وجود دارد که رهلت پیامبر را مرگ طبیعی ندانسته و شهادت می دانند. این روایات می توانند موضوع شهادت پیامبر اکرم را اثبات نمایند با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم با توجه به منابع اسلامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و به مرگ عادی از دنیا نرفتند بلکه با زهر مسموم و به شهادت رسیدند لذا به کار نبردن واژه شهادت برای ایشان یکی از مظلومیت های آن حضرت است در کیفیت مسمومیت پیامبر اکرم و اینکه چه کسانی و با چه انگیزه ایشان را مسموم کرده اند روایات متواتر و متعددی در منابع شیعه و اهل تسنن و در کتب مختلف تاریخی شرح ماجرا به وضوح بیان شده است اکنون به تعدادی از این روایات با استناد به منابع فریقین اشاره می نماییم. احادیث و روایاتی از پیامبر و صحابه و امامان محسوم که شهادت پیامبر را تایید می کنند. در کتاب بسائر الدرجات درجات و همچنین کتاب بهار و لنوار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی آله نقل شده که فرمود هیچ پیامبری یا وسیع او نیست مگر که شهید می شود. عبدالله ابن مسعود از صحابه مشهور پیامبر اکرم که در بقی مدفون است کشته شدن پیامبر در سنه ده هجری را تایید و تاکید کرده است در کتاب بهار جلد 22 صفحه 516 در روایت دیگری نقل شده که آیشه و حفصه به او سم نوشاندند برخی از علمای شیعه که شهادت پیامبر اکرم را تایید می کنند. شیخ توسی از فقیهان از محدثان و متکلمان بزرگ امامیه در قرن چهارم و پنجم هجری نوشته از رسول خدا دو شب باقی مانده از ماه سفر در سال دهم هجری مسموم درگذشت علامه هلی مشاهد شیعه فقیه و اصولی در قرن هفتم و هشتم قمری شهادت رسول خدا را به وسیله سم ذکر می کند. محمد ابن علی اردبیلی محدث و رجال شناس شیعه قرن یازدهم قمری هم نوشته است پیامبر در مدینه مسموم درگذشت. شهادت پیامبر اکرم در کتاب های اهل تسنن تنها شیعیان نیستند که معتقد به شهادت پیامبر اسلام هستند بلکه روایت فراوانی در سه ها و دیگر کتاب های اهل تسنن وجود دارد که همین موضوع را تایید می نماید. محمد ابن سعد ابن منی هاشمی که یک سنی مذهب متاسف و مورخ و سیره نویس مشهور بغداد در قرن سوم هجری قمری بوده پیرامون موضوع زندگی و سیره پیامبر اسلام می گوید در روایتی آمده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسموم درگذشت و 63 ساله بود محمد ابن عبدالله حاکم نیشابوری تراجم نگار شافعی قرن چهارم کشته شدن رسول خدا را تایید کرده است. ابوالفضل محمد ابن حسین بیحقی تاریخ نگار شافعی مذهب از عبدالله ابن مسعود روایت کرده که وی گفت اگر نه بار قسم بخورم که رسول خدا کشته شده است برایم محبوب تر است از اینکه یک بار قسم بخورم که او کشته نشده به جهت اینکه خداوند او را پیامبر شهید قرار داده است. استناد به مجموع روایت نقل شده در کتب شیعه و اهل تسنن می توان نظریه شهادت ناشی از مصومیت پیانبر را تقویت کرد. کودتا و توطئه ترور پیامبر اسلام و ماجرای حدیث قرتاس در اواخر عمر آن حضرت سوء قصد به جان پیامبر توسط دشمنان اهل بیت در عقب و کودتا و توطئه ترور ایشان در سال آخر عمر از جمله مصائب خاتم الانبیا بوده چنان که مورخان نوشتن پس از واقعی قدیر ادهی هنگام بازگشت به مدینه در مسیری جلوتر تدارک کودتا و ترور پیامبر اکرم را برای مقابله با جانشینی امیر علیه السلام کشیده بودند و طبق برنامه ای تصمیم داشتند تا شطور پیامبر از جایی رد شود که در آنجا پای او در یک گودی فرو رفته و سقوط کند. سپس آنان بر سر پیامبر بریزند و حضرت را به شهادت برسانند. پیامبر اکرم در آخرین روزهای حیات در حالی که گروهی از اصحاب در حضور پیامبر بودند در روایتی که مشهور به حدیث قرطاس است فرمودند برای من دوات و کاغذی بیاورید تا برای شما وصیتی را بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید با دقت در متن کلام پیامبر هدف از نوشتن این مکتوب جلوگیری از گمراهی امت بوده است و پاسخی که خلیفه دوم به این درخواست پیامبر میدهد قابل تعمل است وی در جواب پیامبر چنین گفته است حسب بنا کتاب الله کتاب خدا برای ما کافی است پس از درخواست پیامبر و این سخن عمر بین صحابه سر و صدا شد خواستند بروند قلم و دوات بیاورند عمر ابن خطاب دید آنچه پیامبر میخواهد نوشته خواهد شد لذا با بیشرمی تمام چنین گفت ان الرجل لیهجر این مرد هزیان میگوید پیامبر خدا در تاریخ 28 سفرال الاحزان سال ده هجری در مدینه منور چشم از جهان فرو بستند ایشان هنگام شهادت سر در سینه برادر خیش علی ابن عبی طالب علیه السلام داشتند فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه